امروز درباره درخشانترین ستاره آسمان سخن میگویم. نباید درخشانترین ستاره را با درخشانترین اختر اشتباه کرد. درخشانترین اختر شب ماه است. پس از آن ناهید یا زهره و سپس بهرام مریخ و هرمز یا مشتری. این اختران هیچ یک ستاره نیست، زیرا از خود نور ندارد و نور خورشید را باز میتابد. ستاره توده کلانی است از گاز که تابشش را خود آن هم از راه واکنش‌های هسته‌ای تأمین می‌کند. این توده گاز چنان کلان و شگرف است که دما و فشار در مرکزش به حدی می‌رسند که در آنجا اتم‌های هیدروژن به هلیوم تبدیل می‌شوند. با این واکنش هسته‌ای انرژی آزاد می‌شود که بخشی از آن را به دیسه تابش ستاره میتواندی. برای نمونه خورشید ستاره است. در هسته آن هر ثانیه میلیاردها بمب هیدروژنی منفجر میشوند. برگردیم به درخشانترین ستاره آسمان. نام آن در زبانهای اروپایی سیریوس است که از یونانی میآید، به معنای تابان یا سوزان. فاصله آن از زمین 8.6 سال نوری است، یعنی بیش از 540 هزار بار از خورشید دورتر است. تابندگیش، یعنی اندازه انرژی که از خود بیرون می‌دهد، 25 برابر تابندگی خورشید است. اگر آن را به جای خورشید بگذاریم، مانند این خواهد بود که 25 خورشید بر زمین می‌تابند. انسان در چنین محیطی نمیتواند زندگی کند، زیرا میانگین دمای زمین به بیش از 1000 درجه سانتیگراد خواهد رسید و دیگر برای زیست مساعد نخواهد بود. برآمدن بامدادی این ستاره برای یونانیان نشان دهنده آغاز فصل تابستان بود. برآمدن بامدادی یعنی در شب دیده نمیشد و درست پیش از برآمدن خورشید از زیر افق بیرون می آمد و چون روز می دمید مدت کوتاهی می شد آن را دید. از آنجا که ستارگان هر روز نزدیک به 4 دقیقه زودتر برمی آیند و در حدود 1 درجه زاویه‌ای در آسمان بالاتر می روند، پس از این برآمدن بامدادی سیریوس هر شب بیشتر در آسمان دیده می شد. این ستاره در فارسی بیشتر با نام عربیان شناخته می شود، شعرای یمانی. حالان که ایرانیان از هزاران سال پیش این ستاره را به خوبی می شناختند و برایش نام ایرانی داشتند. پیش از آن که نام ایرانی آن را بگویم، ببینیم فرهنگ ها درباره شعرای یمانی چه می گویند. به خدا آورده ستاره است روشن که به طرف جنوب بتابد و چون یمن به طرف جنوب غرب واقع است، لذا به یمن نسبت کردند و بعضی نوشتند که غروب او بر طرف یمن باشد. این سخنان چندان پرسون دقیق نیستند. آنچه واقعیت دارد این است که این ستاره نزدیک به استوای آسمانی کمی در نیمکره جنوبی آسمان در فاصله 16 درجه از استوا جای دارد. از سراسر نیمکره شمالی زمین در سوی جنوب دیده می شود و از نیمکره جنوبی در سوی شمال. اینکه یمن در جنوب عربستان است دلیل نمی شود که نام یمن را بر این ستاره گذاشت. مسئله های میان قبیله های حجاز یمن به ایرانیان مربوط نمی شود. به راستی افسوسناک است که ایرانیان ارزش های فرهنگی خود را رها کنند و این گونه از خود بیگانه شوند. نیاکان ما هزاران سال پیش این ستاره را می شناختند و به آن ارج بسیار می گذاشتند. نام ایرانی این ستاره تیشتر است که در پهلوی به کار می رفته. تیشتر از اوستایی می آید، ولی در اینجا وقت پرداختن به ریشه شناسیان را نداریم. تیشتر برای ایرانیان باستان مهمترین ستاره آسمان بوده است. یشت هشتم که یکی از کهن‌ترین و بلندترین سرودهای اوستاست درباره تیشتر است. تیشتر ایزد باران و
آزاد ساختن آب از دست اهریمن است. یشت هشتم بازگوینده شاعرانه دو رویداد افسانه است. یکی نبرد تیشتر با اپوش دیو خشکسالی و دیگری نبرد تیشتر با پریکا پریان جادوگران. در افسانه نخست تیشتر با اپوش دیو خشکی می جنگد تا اقیانوس کیهانی را از چنگ او درآورد و آب را آزاد کند. تیشتر و اپوش هر دو به دیسه اسب پدیدار می شوند. تیشتر همچون مادیانی سفید رنگ و زیبا با یال و دم و سم زرین، هماورد او همچون اسبی زشت پیکر و سیاه رنگ. تیشتر بر اپوش می تازد و گرچه پس از نبردی که 3 روز و 3 شب به درازا می کشد شکست می خورد، سرانجام به یاری اهورامزدا بر اپوش باز می تابد و در نیمروز او را شکست می دهد. اپوش می گریزد و آبهای زمین آزاد می شود. تیشتر آب را میان 7 کشور جهان بخش می کند. افسانه دوم نبرد تیشتر است با پریان که بدیسه استار و کرم ستاره پدیدار می شود. این افسانه به احتمال بسیار درباره شهاب هاست که هر سال در نیمه ماه دسامبر 25 آذر ماه بارانی از آنها در بخشی از آسمان نزدیک به تیشتر دیده می شود. این تصویر باران شهابها را در نزدیکی تیشتر نشان می دهد. در نپاهشگاهی در نیمکره جنوبی در شیلی گرفته شده است. گاهی تا 150 شهاب در ساعت در نزدیکی تیشتر آسمان را می شکافند. این تصویر زیبا را هم اخترشناسی دوستکار آماتور به نام آرمان گلستانه در ایران از فراز کوه تفتان در سیستان و بلوچستان گرفته است. تیشتر را می‌بینید با یک شهاب فروزان. چون مهتاب آسمان را روشن کرده شهاب‌های کم نورتر دیده نمی‌شوند. پیش از آنکه ادامه دهم اشاره کنم که در فرهنگ‌های سنتی فارسی نام این ستاره را شباهنگ و کاروان کش هم نوشتند. ولی هیچ دلیل محکمی نداریم که این نام‌ها به راستی از آن تیشتر باشند. شباهنگ و کاروان کش را به احتمال برای بسیاری ستاره درخشان به کار می‌بردند. ببینیم که فرهنگ‌ها درباره شباهنگ و کاروان کش چه می‌گویند. از ده خدا شباهنگ ستاره‌ای روشن که در بعضی ایام به وقت شام تابان شود و در بعضی ایام از صبح طلوع کند. این میتواند ویژگی بسیاری ستاره باشد. ادامه میدهد بعضی آن را ستاره شعرا گفتند. ستاره‌ای که نزدیک صبح طلوع کند و گاهی بعد از نصف شب و نام دیگر ستاره صبح است. پس میبینید که روشن نیست شباهنگ کدام ستاره است. از این گذشته شباهنگ در فارسی چند معنای دیگر دارد که یکی از آنها مرغ سحر است. درباره کاروان کش هم میخوانیم ستاره بحری، شعرا، شباهنگ، زهره. پس روشن نیست که کاروان کش چه ستاره است. حتی ممکن است نام دیگر سیاره زهره یا ستاره سهیل باشد. چیزی که در آن شک نیست این است که ایرانیان آن را تیشتر می نامیدند. تیشتر در بسیاری فرهنگ ها جایگاه بسیار بلندی داشته است، به ویژه در مصر باستان. مصریان آن را سپودت می نامیدند و همچون مهمترین ستاره آسمان می پرستیدند. از این هم بیشتر سراسر راجمان دینی مصریان بر ستاره تیشتر نهاده بود. تیشتر چنان جایگاه والایی داشت که همه خدایان مصری از دور یا نزدیک با آن پیوند داشتند. تیشتر نماینده الهی بزرگ مصریان ایسیس، خواهر و همسر اوزیریس بود. گاه شمار مصریان هم بر این ستاره پایه داشت. سال زمانی آغاز می شد که تیشتر پس از 70 روز ناپدید شدن درست پیش از برآمدن خورشید برمی آمد. و چون این برآمدن بامدادی بر حسب تصادف با طغیان رود نیل همزبان بود، تیشتر را پیامبر زندگی و آبادانی می دانستن. شمار فرهنگ هایی که این ستاره را در سراسر جهان ارج می گذاشتن بسیار است. پرداختن به آیین های هر یک بیرون از وقت این برنامه است. اکنون کمی هم درباره
ویژگی های فیزیکی تیشتر سخن بگویم. تیشتر ستاره‌ای است پرجرمتر و تابانتر از خورشید. جرم آن 2.5 برابر جرم خورشید است و تابندگی آن چنان که گفتم 25 برابر تابندگی خورشید. دمای سطح آن در حدود 10,000 درجه است. در مقایسه دمای سطح خورشید نزدیک به 6,000 درجه است. بر اثر این دمای بیشتر تیشتر رنگ سفید آبیگونه دارد، حالانکه رنگ خورشید نارنجی است. تیشتر بسیار جوانتر از خورشید است. 200 تا 300 میلیون سال پیش دیسیده شده است، حالانکه سن خورشید نزدیک به 5 میلیارد سال است. تیشتر درخشانترین ستاره آسمان است، ولی تابانترین ستاره آسمان نیست. درخشندگی ظاهری ستارگان به دو عامل بستگی دارد. یکی تابندگی ذاتی آنها، یعنی میزان انرژی که از خود بیرون می‌دهند، و دیگری فاصله آنها از کره زمین. ممکن است ستاره‌ای چندان تابان یا تابنده نباشد، ولی به زمین نزدیک باشد. در این صورت درخشان به نظر می‌آید. برعکس ستاره‌ای می‌تواند بسیار تابنده باشد، ولی چون فاصله اش از ما دور است چندان درخشان به نظر نمی‌رسد. درخشان‌ترین ستاره آسمان بودن تیشتر از این روست که نسبتاً به ما نزدیک است. فاصله اش در حدود 9 سال نوری است. گفتم که تابندگی تیشتر 25 برابر تابندگی خورشید است. ستارگانی هستند که تابندگیشان صدها هزار برابر تابندگی خورشید است، ولی آنها را از زمین کم نورتر از تیشتر می‌بینیم یا اصلا نمی‌توانیم با چشم ببینیم، چون فاصله شان بسیار بیشتر است. تیشتر در واقع یک ستاره نیست، راجمانی است از دو ستاره که به گرد هم می‌گردند. در سال 1844 اخترشناس آلمانی فریدریش بسل پی برد که حرکت تیشتر در آسمان یک نواخت نیست، پیچ و خم دارد. گفت که تیشتر باید ستاره همدمی داشته باشد که دیده نمی شود. نزدیک به 20 سال بعد در 1862 اخترشناس و تلسکوپساز آمریکایی آلمن کلارک توانست با بزرگترین تلسکوپی که تا آن زمان ساخته شده بود ستاره همدم تیشتر را بنپاهد. همکنون ستاره اصلی را تیشتر آ و ستاره همدم را تیشتر ب می‌نامیم. ستاره های آ و ب هر 50 سال یک بار به گرد گرانیگاه همدارشان مشترکشان می‌گردند. فاصله ستاره ب از آ به طور میانگین 20 برابر فاصله زمین از خورشید است. به سخنی دیگر فاصله میان آنها مانند فاصله سیاره اورانوس از خورشید است. جرم ستاره ب تقریبا مانند جرم خورشید است، ولی اندازش بسیار کوچکتر است. حجم آن 1,000,000 بار از حجم خورشید کوچکتر است. به این میماند که جرم خورشید در حجم کره زمین فشرده شود. دمای سطح این ستاره بسیار است، 25,000 درجه، یعنی بیشتر از دمای تیشتر که در حدود 10,000 درجه است، ولی تابندگیش 0.06 تابندگی خورشید است. در واقع تیشتر به نخستین نمونه از گونه ستاره است که تا آن هنگام از وجودشان آگاهی نداشتیم. این گونه ستاره را کوتوله سفید می‌نامیم. کوتوله سفید ستاره است که هیدروژن خود را مصرف کرده، دستخوش دگرگونی‌هایی شده است، بخش بزرگی از گازهای پیکر خود را به بیرون پرتاب کرده و آنچه از آن باقی مانده هسته داغ ستاره است. به همین سبب است که ستاره بسیار کوچک است، ولی بسیار داغ. تیشتر ب در آغاز ستاره اصلی این راجمان بوده است و چون پرجرمتر از تیشتر آ بوده، نرخ فراورش انرژی در آن بیشتر بوده و تندتر از تیشتر آ هیدروژن خود را مصرف کرده و تحول یافته است. کوتوله سفید شدن سرنوشت همه ستارگان است که جرمشان کمتر از 1.4 برابر جرم خورشید است. وقت ما به پایان میرسد. این بدان معناست که خورشید ما هم روزی کوتوله سفید خواهد شد، ولی پیش از رسیدن به آن مرحله غول پیکر سرخ خواهد شد. چنان بزرگ خواهد شد که سطحش تا نزدیکی مدار زمین خواهد رسید.
زمین چنان گرم خواهد شد که اقیانوس‌ها و کوه‌ها خواهند گداخت و زیست از زمین رخت برخواهد بست و انسانی وجود نخواهد داشت که کوتوله سفید شدن خورشید را ببیند.